تازه که میشه به اینه که استقلال چرا اینقدر بازی رو حالا خوب باز انجام میده ولی خیلی راحت بازی رو واگذار میکنه یا به تساوی میرسه. این خیلی دیر وقت گل میخوره. به نظر من اول که تیم بیشتر نفرات عوض شدن و مربیان هم خواه عوض شدن، بالاخره تفکرات جدیده. به نظر خود من ما بعد از گلی که بازی با فولاد خوردیم دقیقه 95 یه ذره تیمون از لحاظ روحی افت شدیدی پیدا کرد و بعد از همونم بعد اون بازی هم بقیه بازی ها همش جو منفی تو این تیمو که دقیقه آخر گل نخوریم. حالا این دو سه تا بازی اینجوری شده ولی امیدوارم که از این بعد درست بشه. بعضی از هوادارها اعتقاد دارن شما اینو دور افت کردیم قبول نمی‌کنم. خب والا راستشو بخواین از روز اولی که می‌خواستم قراردادم تمدید کنم اون معاونی که الان استفاده داده اومد اونجوری مصاحبه کرد گفت شرط گذاشته فلان بسار این فکر کنم اولین باشگاهی که توی دنیا اومد حالا حرفای خصوصی رو دادم به رسانه و منو جلوی هوادارم گذاشتم. اما سلام از اون روز جو سنگینی علیه من شد و میدونستم خب کار خیلی سختی دارم. مطمئنه اگه انتقادا سازنده باشه من گوش میدم، هوادارا حق دارن، هوادارا صاحب اصلی این تیم هستن و مسلما اگه تو این چند سال اخیر که من دروازه‌بان دوم این تیم بودم اگه انرژی و حتی تشویقای اونا نبود من شاید همون گلر دو میموندم و اصلا تو این 3-4 سال گذشتم بازی برای استقلال نمیکردم. میگم الانم حق دارم ولی اینجوری هم نه باشه که هر گلی من بخورم میخوام بیان میگن حسینی. نه، تیم گل میزنه، کل تیم زحمت میکشن، تیمم گل میخوره، کل تیم گل میخورن. مسلما فقط به دروازه‌بان نیست، اینجوری نیست که ما از دو قدم بخورم میگم حسینی، از اون بخوام میگم حسینی. مسلما اینا از جای دیگه است، خدای دیگه است که بخوان این وسط منو خراب کنن. منم هیچ راه دیگه ندارم، تا اینجاشو به کمک خدا اومدم بالا و از این بعدم فقط به هوادارا میگم من هیچ کاری نمیتونم بکنم، فقط تلاش میکنم که حالا بتونم جواب اعتمادشون رو بدم و هیچ کار دیگه نمیتونم انجام بدم. آیا حسینی با برد ببخشید عذر میخوام بذار خب برم دیگه تا اینجا شرطم از بدم. آیا حسینی با برد دیروز فکر میکنین دیگه این تلس شکسته بشه و این بردتون هم تسکین میشه و استقلال بتونه دوباره به روزهای اوجش برگرده؟ خب شما نگاه کن اگه ما تو بازی قبلی هم بدشانس نمی آوردیم، حتی مثلا بازی فولاد نتیجه گرفته بودیم، حتی همین ذوب نتیجه گرفته بودیم، الان شاید 5-6 امتیاز بالاتر بودیم و هیچ این حرف اونا که بدشانسی و تلنس پوینا نبود. ولی خب تیم ما به یه برد احتیاج داشت، خدا را شکر که این برد آوردیم و تونستیم حالا جو تیم خدا را شکر بهتر شد و انشالله که بتونیم به روند همین بازی خوب بون و بازی زبان ادامه بدیم. اینکه رقیب سرسختی نداری یا به نوعی میگن خود شما رقیب رحمتی بودی که رحمتی گلر خوبی بود، الان خودت رقیب نداری. اون بحثایی هم که آقای خطیر مطرح کردش که شرط کرد اینا رو تمرکز تحصیل نداشته. به نظر من اصلا اینجوری نیست که بخوام میگم رقیب داری رقیب نداری. مگه بازیکن دوست نداره ستاره بشه؟ مگه بازیکن دوست نداره تلاش کنه؟ خدا شاهد الان من نمیخوام، از آقای غلامپور میتونیم بپرسین، من نهایت تلاشم امسال کردم و دوست دارم ستاره بشم تو این تیم، دوست دارم که تو اوج باشم. مگه ببخشید دیوونه هستم که بخوام حالا تمرین نکنم چون رقیب ندارم، بیام با تیم بزرگ استقلال تمرین نکنم، ناز کنم، میگم آقا حالا چون رقیب ندارم میام بد کار کنم؟ خب مسلما من تلاشمو کردم و از این من تلاشمو دو برابر میکنم. مطمئنم روزای خیلی خوب تو این تیم میبینم و همینجور که تو 3-4 سال گذشته خوب دروازه‌بانی کردم، حالا تا این 4-5 بازی به نظر خودم بدشانسی آوردم. مطمئن باشین به اون چیزی که میخوام میرسم. در مورد اون آقایی هم که صحبتش کردین، اون آقا پارسال رفیق مثلا رفیق صمیم من بودم تو این تیم، نمیدونم والا چی عوض شده الان این وسط. پارسال همش میومد از آقای رحمتی بد میگفتن پیش من و مثلا خود ایشون نیم فصل باعث شدن که یه دعوای بین من آقای رحمتی پیش بیاد، حالا هیچ کس نمیدونه دیگه، ولی همین ایشون همین آقایی که میگین دیگه نمیخوام اسمش بیارم و پی امی که زنگی که مثلا به من میزدن با آقای رحمتی میزدن گفتن حسینی اینو گفته، به من گفتن آقای رحمتی اونو گفته. این اومدن یه خاله زنک بازیای تو این تیم انجام میدادن،
همون نیم فصل به من آقای رحمتی دعوا انداخت. الان هم که اومدم میگن نمیدونم والا ایشون خودشون به آقای فتح‌الله زاده با آقای جویباری میان گیر میدن که چی؟ میگن آقا شما دست از سر استقلال بردارین بذارین تیم نفس بکشه مصابه نکنی. آقا مگه تو استعفا ندی؟ بس دیگه مصابه چی انجام میدی؟ مگه جالب اینجاست ایشون ده ماه 7-8 ماه تو این باشگاه بوده میان مصابه میذاره پشتش هم تبلیغاته میگه من فرزند استقلال هستم. بابا بس کن این مسخره بازیاتو، میای تو ورزشگاه موج مکزیکی میری. کدوم معاون استفانی بعد میاد به ورزشگاه موج مکزیکی میره؟ والا به خدا بعد اون استوری میذاره میام مسجد سلیمان. این کارا قدیمی شده و این کارا به نظر من هواداره استقلال اونایی که باهوش باشن چندین سال طرفدار این تیم باشن میدونن این وسط کی دنبال پست و مقام و مدیریت و این چیزا هست. همیشون 3 تا بازی مونده بود بازی ها تموشه فکر کنم هم قبل بازی العین بود، ایشون منو دعوت کرد خونه امید روانخواه. گفتم من نمیام و اینا، گفتن نه بیا بشین صحبت کن باید تمدید قرار داد. حالا اینکه امید تیمو بسته درسته؟ چون امید گفته من نبستم. من نمیدونم، من رفتم خونه امید، آقای امید روانخواه با آقای خطیه نشستیم برای تمدید قرار داد. یه صحبتایی اوشون کردن که الان اگه بخوام در مورد اون صحبته که شما من کردم صحبت کنم مطمئن دیگه نمیاد ورزشگاه موج مکزیکی بره. خب بعد از اون ور شما همه چی رو گفتین؟ نه حرفا زیاده، فقط میخوام بهش بگم این جوو نمیخواد، جوو من میدونم از کی خط میگیری، نمیخواد جوو علی من کنی که رو دو روز قبل از بازی بیاد دوباره بگی حسینی شرط گذاشته. اینو که از اول فصل گفتی، حالا بیاد دوباره دو روز قبل از بازی بگی حسینی دوباره شرط گذاشته جوو علی من بکنی؟ آقا باشه من اصلا من خرابشم رفتم، تو به هدفت میرسی؟ خدا اون بالا از همه چی جواب همه چیز میده. و تنها نکته آخر داشتین میگفتین خونه روانخوار دوست داری بدونی ها کی خط گرفته؟ حالا دیگه من نمیدونم. حالا که شفاف صحبت کردم من فقط اینجا برام این حرف والا شما من برام جالبه. میگم آقای خطی شما همجوری که بعد بازی الهلال اونجا توی بازی اول که من 2-1 بردیم من توی دروازه بودم، چطور بعد بازی خندون اومدی من گفتی خوب دهن رحمتی سرویس کردی با این گل ریتا؟ ببخشید حالا دیگه من همه چی میگم، خوب فلان کردی، خوب بسار کردی، خوب نمیدونم جواب رحمتی دادی. حالا آقای رحمتی شده آدم خوب داستان، ایشون میاد یاد آقای رحمتی فلان بوده بیسا بوده من دوستشم ایشون بمونه، ما شدیم آدم برای داستان. و به ایشون میگم دیگه سکوت کنید در مورد من، مطمئنه سکوت نکنه حرفایی که زده رو همه رو به هوادارا میگم و حرفایی که پشت پارسا پشت بازیکن‌ها پشت مدیریت پشت آقای فتی پشت هر کی زده میگم، پس بگو سکوت کن.